بسم الله الرحمن الرحیم. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا برابرند آن کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند؟ لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اسلام همون برترین دین و راه مستقیم و قرآن یعنی همون عالی ترین کتاب هدایت و رستگاری، همچون دیگر ادیان و کتابهای آسمانی از بدو و تولد و پیدایش همواره مورد تهاجم دشمنان هدایت و انسانیت و عقلانیت بود و رسول گرامی اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم در جهت حفظ دین و قرآن و مقابله با منحرفین و محرفین بیشترین آزارها و سختیها را به جان مبارک خرید و صراط حق را به جویندگان آن نمایاند و چشم از جهان فرو بست و پس از آن اشرف کائنات ائمه طاهرین علیهم السلام این خورشیدهای درخشنده هدایت یکی پس از غروب دیگری در افق هدایت راه را بر راه جویان هویدا ساخته و حق طلبان را از گمراهی و زلالت نجات می دادند، تا آنکه عصر غیبت آخرین خورشید امامت و آغاز سخت در این دوران از برای موحدان فرا رسید و در گذر این زمان سخت و تاریک که از یک سو چهره خورشید آخرین در پس پرده غیبت پنهان گشته و از دیگر سو دشمنان نور و هدایت عرصه را برای تاخت و تازهای خود مهیاتر می دیدند، بودند عالمانی که از سفره هدایت و دانش اهل بیت علیهم السلام ارتزاق و از چشمه زلال معارف آل الله سیراب و منور گردیده و از پرتو آن نور و هدایت بر امت سرگردان که یگان ولی صادق خود را گم کرده و از تابش نورش محروم گشته نورافشانی می کردند. عالمانی که پیروان راستین دین و مذهب را از چنگال دزدان دین و عقیده نجات می دادند و از میان آن شاگردان مکتب جعفری نامهایی به چشم می خورد که گستره نورافشانی و هدایتگری آنها محدود به زمان و مکان خاصی نبوده است. بزرگان و اندیشمندانی که ندا و صدای ارشادگرشان مرزهای پیرامون خود را در نوردیده و تنها محدود به شیعیان و دوستداران خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام نبود، بلکه گمراهان و دانشمندان و فرزانگانی که شعاع تابش قلم و نوشته‌هایشان تنها محدود به زمانشان نبود، بلکه مرزهای زمان خود را خرق نموده راه را بر آیندگان هم روشن می ساخت و مرحوم آیت الله العظما حاج سید محمد شیرازی قدس الله نفسه از جمله آن معدودها بود که در هیچ بعدی محدود به حدی نبود و بلکه فراتر از زمان و مکان خود بود. آیت الله حاج سید محمد شیرازی در سال 1347 هجری قمری در نجف اشرف و در خانواده اصیل و ریشه‌دار و مشهور به علم و تقوا و جهاد چشم به جهان گشود.
بیتی که علما و مراجع بزرگواری را به عالم اسلام تحویل داده است. بعضی از ستارگان درخشان این بیت شریف عبارتند از آیت الله العظما میرزا محمد حسن شیرازی قدس سره الشریف رهبر نهضت مشهور تنباکو در عصر ناصرالدین شاه قاجار، آیت الله العظما میرزا محمد تقی شیرازی قدس سره الشریف رهبر انقلاب بزرگ عراق در سال 1920 میلادی که توانست کشور عراق را از زیر سلطه استعمار پیر انگلیس رهایی بخشد. آیت الله العظما میرزا عبدالهادی شیرازی قدس سره الشریف که ایشان پس از مرحوم آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه مرجعیت عامه شیعه را به دست گرفتند. آیت الله العظما میرزا مهدی شیرازی قدس سره الشریف از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه که زعامت حوزه علمیه کربلا را به عهده داشتند. مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی قدس سره الشریف در چنین بیت رفیعی به دنیا آمد. وی در اوان نوجوانی با سعی و پشتکار فراوان به تعلیم دروس حوزه همت گماشت و توانست در سن 18 سالگی کتاب کفایه بالاترین کتاب دوره سطح حوزه را برای طلاب تدریس کند. او در این راه از بزرگانی همچون پدرش مرحوم میرزا مهدی شیرازی رحمت الله علیه و مرحوم آیت الله العظما سید هادی میلانی و دیگر بزرگان بهره برد. در سال 1380 هجری قمری پس از رحلت پدر در سن 33 سالگی به زعامت حوزه علمیه کربلای معلا به فعالیت در زمینه ترویج فرهنگ اسلامی پرداخت. معظم الله توفیق حل بسیاری از مشکلات و بحرانها را یافت و در ایجاد نو اندیشی و بیدار کردن امت اسلام تزهای متعددی ارائه داد. از بحرانهایی که در آن زمان کربلای معلا با آن روبرو شد، حضور حزب کمونیست و ایجاد بسترهایی برای عقاید کمونیستی بود. آیت الله شیرازی با قدرت تمام در صحنه مبارزه حضور پیدا کرد و اندیشه های مردم را با عقاید پوچ و سست کمونیستی آگاه ساخت و به ارشاد مردم و خصوصاً جوانان شریف کربلا پرداخت و در این زمینه دست به تألیفات و سخنرانی های متعدد زده و سبب شد جلوی رشد و شاخ و برگ حزب کمونیست را بگیرد و رفته رفته مردم مسلمان با ایمان به خدا و قرآن و اهل بیت علیهم السلام با روشنگری های آیت الله شیرازی به مبارزه با حزب کمونیست پرداخته و ریشه آن را از سرزمین ولایت بکنند. یک وقت این آقا اومد تو کربلای معلا جلو و انصار السلام مرحل نینو کن. انصار السلام یعنی انصار صلح، یه تشکیلاتی که کمونیستا دارن. تو 60 سال وقت پیغمبر میخونی و لینین اول کسیست که میگوید پیغمبر دروغ و خرافته. چطور اومد توشه میکنی؟ بیدش کرد. حضرت آیت الله شیرازی در سال 1390 هجری قمری در کربلا بر اثر فعالیت‌های بسیار و مبارزه با رژیم الحادی و کفر پیشه بعثی عراق از طرف این رژیم
تحت تعقیب قرار گرفت، لذا به کشور کویت مهاجرت نمود. وی با توجه به دسیسه ها و ستیزه هایی که بر علیه ایشان می شد، همچون کوهی سر به فلک کشیده استقامت و پایداری می نمود و لحظه ای از تلاش در جهت اعتلاء فرهنگ اسلامی دریغ نمی کرد. آیت الله شیرازی برای امت اسلام وحدت قائل بود و وجود مرزها در سرزمینهای اسلامی را زاید می دانست و معتقد بود همه ملتها و امتهای اسلامی می بایست یک پارچه باشند تا بتوانند همچون پیکری واحد در برابر دشمنان به مقاومت برخیزند. ایشان معتقد بودند که وحدت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تحقق نمی‌یابد مگر اینکه مسلمانان به حق بازگردند و از قرآن و سیره نبوی صلی الله علیه و آله و سلم و زندگانی اهل بیت علیهم السلام الهام گیرند. حضرت آیت الله العظما آیه حاج سید محمد شیرازی نادره تاریخ و از نوادر قرن بود. از بسیاری از ابعاد ایشون کم نظیر یا بی نظیر بود. از بعد خانوادگی همه می دانن از خاندان بزرگ میرزای شیرازی بود، از خاندان بزرگ آیت الله عاشق محمد، آیت الله العظما آیه عاشق محمد تقی شیرازی بود، کسی که استعمار انگلستان رو از عراق بیرون کرد. مرحوم آیت الله العظما اسد عبدالهادی شیرازی که از مراجع بزرگ شیعه بود، والد مکرم ایشون حضرت آیت الله العظما آمیرزا مهدی شیرازی و بسیاری از افراد این خاندان که همشون از اهل علم و از بزرگان دین بودند. مرجع عالی قدر اسلام حضرت آیت الله العظما حاج سید محمد حسینی شیرازی قدس سره شریف نمونه کامل و بارز یک انسان واقعی بود. پدری مهربان و خوش اخلاق برای فرزندان و نوادگانش بود. هیچ یک از نزدیکان در طول حیات وی کوچکترین تندی از او ندیدند و جز صفا و مهر و محبت از او به یاد نمی آورند. اخلاق در خانواده و ارتباط بسیار نزدیک و صمیمی و تنگاتنگی که با بچه هاشون، چه پسر چه دختر، نوه هاشون با خانمشون در خانه داشتن، یک چیز خیلی یعنی جای صحبت داره، چون که با وظایف بسیار سنگین که ایشون در خارج خانه داشتن، اون بار مرجعیت را که به دوش میکشیدن، تألیفات متعددی که اشاره خواهم کرد، خلاصه وقت زیادی رو توی خانه صرف میکردن در نصیحت بچه ها، در صحبت با بچه ها، با کوچیکا خصوصا. یکی از ویژگی های خاص ایشون این بود که حتی با نوه هاشون مشورت میکردند که اون روحیه و اون استعدادی که در این نوه است کم کم شکوفا بشه. مثلا میگفتم به نظر تو من امروز این آیه رو بخونم یا نه توی مثلا درسم که دارم. خب اون نوه هم شاید یک نظر خاصی نداشت، اما همین که میدید پدر بزرگ و خصوصا با این صفت که مرجع تقلید هستن، میلیون ها از اتباع اهل بیت تبعیت میکنن، تقلید میکنن از ایشون، خب خیلی حالا یک نظری میداد یا نظری نمیداد، اما اون چیزی که در نهانش بود شکوفا میشد که میتونه فکر بکنه، میتونه حتی به یک مرجع تقلید نظر و پیشنهاد بده. ایشون غالبا با زبان قصه نصیحت میکردن، سر سفره در نهار، شام، اوقاتی که در خانه بودند بچه ها، نوه ها، اینها رو با زبان قصه، قصه از یکی از بزرگان تاریخ یا یکی از علمای بزرگ میگفتن، به این صورت تربیت میکردن. اخلاق اسلامی به معنای واقعی در معاشرت ایشان با مردم به چشم میخورد
به این معنا که اگر کسی یک مرتبه با ایشان ملاقات می کرد، ادب و متانت و سعه صدر و بزرگواری معظم الله او را مجذوب می نمود. یکی از رفقا نقل می کرد، می گفت که یک وقتی دیدم در خونه رو زدند اول مغرب، بعد از نماز مغرب مثلا به نیم ساعت، در رو باز کردم جا خوردم، دیدم که آقای شیرازی آمدند. آقا چرا شما زحمت کشیدید؟ گفتن نه تو آمدی دیدنی، منم بازدیدت میام. این از اخلاق پیغمبر سلام الله علیه. اخوی اسمحان رضا میگفتن که ایشون ماه رمضان، خب من با ایشون بودم، صبحا مردم میبدن دیدنیشون، بعد از ظهرها شبها خودشون میرفتن بازدید مردم و برنامه های اجتماعی خیلی واسعه و مفصلی داشتن. در چهره وی هیچگاه خشم و عصبانیت دیده نمی‌شد. همواره تبسم بر لب داشتند و از کنار مشکلات و سختی‌های زندگی با روحیه آرام می‌گذشتند. ایشان در خصوص اخلاق اسلامی 5 توصیه داشتند. 1. سعی کنید همیشه نمازتان را در اول وقت بخوانید، زیرا نتایج بیشماری بر آن مترتب است. 2. هیچگاه عصبانی نشوید، زیرا به غیر از ندامت و پشیمانی ثمر دیگری ندارد. 3. همیشه با اخلاق خوب و حسن برخورد با مردم رفتار کنید و اگر کسی احیاناً حرف نامربوطی به شما زد، در صدد تلافی و مقابله به مثل نباشید. 4. در هر شغلی و مقامی که هستید، تا جایی که برایتان مقدور است، از کمک در حل مشکلات افراد مزایقه نکنید، زیرا بی‌اعتنایی به صاحبان حاجت توفیق کار خیر را از انسان سلب می‌کند. 5. اگر صاحب قلم هستید بنویسید و اگر بیان دارید برای دوستان صحبت کنید و معلومات خود را به آنان منتقل نمایید. خب ما شخصیت های بزرگی دیدیم، خدایش رحمت کند، مردی بود از فقهای ما بسیار نازنین، عظیم، عظیم القدر، پخته، فقیهی نخبه، اما با همه اون بزرگواری ها و جامع الاطراف بودن ها، به علت کسالت های مختلف مزاجی و ناراحتی ها و مریضی های مختلف، بدن این بزرگوار، قلب او، استخوان های او، تمامی اعضا همیشه دردمند بود. اما کسانی که با مرحوم شیرازی رضوان الله تعالی علیه آشنا بودند، هرگاه که با او روبرو می شدند، هیچ شکوه‌ای از اوضاع شخصی یا از مسائل و رنج‌های خود و خانواده بر زبان او نمی‌دیدند. فرمودند همیشه پیغمبر خدا فرموده همیشه خوش اخلاق باشید، چون آدم خوش اخلاق آخرش اهل بهشت. مرحوم آیت الله العظما شیرازی همواره در خدمت به مردم می‌کوشید و هر زمان کسی را می‌دید که در مشکلی به سر می‌برد، در حل مشکل او می شتافت و تا جایی که امکان داشت در رفع گرفتاری های مردم می کوشید و خود اول عمل می کرد و سپس دیگران را به آن عمل سفارش می کرد. بله یادم میاد یک روزی ایشون می خواست بیاد بره وضو بگیره، کفش یه متر و نیم مثلا دو متر یه ذره دورتر بود، من سریعا کفش رو برداشتم بذارم جلوی پاشون، خیلی ناراحت شدن. خلاصه مدام آقای فالی این کارو نکنید، این کارو نکنید. خودم کفشمو برمی‌دارم، گفتم آقا چرا؟ شما جای پدر من هستید، استاد ما هستید، مرجع ما هستید. فرمودن نه، آدم کم کم طاغوت میشه، آدم کم کم طاغوت میشه، و قبول نکردن، ناراحت میشدن و واقعا ناراحت میشدن. باز یادم هست که ها این گذشت تا یک روزی من فکر کردم مثلا چون من نسبتی با ایشون داشتم، ایشون به احترام من به من این کار کرد، خدا گواه بعد از مدتی، یعنی فرض کنید بعد یکی دو سال در قم، همین
حادثه اتفاق افتاد با بنده خدایی که خلاصه مطلب زیر دست ایشون بود. این بنده خدا همین کار فوری اجازه بهش ندادن، تن نه نه این کارو نکن، انسان کم کم طاغوت میشه. به راستی که مرحوم شیرازی همچون مولایش امیر مؤمنان علی علیه السلام اهل عمل بود، در تقوا و زهد و پرهیزگاری زبانزد خاص و عام بود و با اینکه هر ماه پول بسیاری به دستشان می رسید همواره در مصارف مقرره شرعیه و شهریه طلاب حوزه صرف نموده و از حداقل امکانات برای معیشت و ساده ترین زندگی از لحاظ مسکن و خوراک استفاده می نمود. یکی دیگه از ویژگی هایی که من با چشم خودم می دیدم، لمس می کردم، سعه صدر ایشون بود. کسی که می خواد در جامعه بر گروهی رهبری کنه، راهنمای یک جامعه ای باشه، اصلاحگر باشه، باید سعه صدر داشته باشه. محل زندگی ایشان بسیار محقر بود. فرش مندرس، یک قفسه کتاب، یک تخت خواب و لباسهایی ساده. در و دیوار خانه آنقدر فرسوده و قدیمی بود که هر کسی به آنجا می آمد به راستی نسیم عطر ولایت و امامت به مشامش می رسید و نمونه ای از زندگی اولاد پیامبر اکرم را مشاهده می نمود. حضرت آیت الله شیرازی رحمت الله علیه هیچگاه اجازه نمی دادند در زندگی به چیزهایی حتی کوچک و ناچیز وابسته باشند و به جرأت می توان گفت از تمام وابستگی های دنیوی دور بودند و در تمام مدت عمر شریفشان به زندگی فوق العاده ساده همچون مولایشان علی ابن ابی طالب علیه السلام اکتفا کرده بودند و در عبادت نیز بی نظیر بودند، تا حدی که یکی و تنها به مسجد سهله می رفتند و تا سحرگاه به نیایش می پرداختند. ایشان تمام توان و تلاششان را در جهت تألیف و تدریس و سخنرانی برای خلق به کار می گرفتند. روزی به اخوی محترمشان فرمودند اگر مرا در دره‌ای بین دو کوه مرتفع که فقط آسمان قابل رؤیت باشد قرار دهند ولی کتاب‌های مورد نیاز در اختیارم باشد احساس تنهایی و دلتنگی نمی‌کنم. و خواب یک متصل هم نداشتند، یعنی چند ساعت پشت سر هم بخوابن، نه ایشون بعض وقتا ساعت 10 میخوابیدن، ساعت 11 بلند میشدن، راه میرفتن، عبادت میکردن، چیز مینوشتن، تألیف میکردن. حضرت آیت الله العظما سید محمد شیرازی قدس سره الشریف نویسندگی را از سالهای جوانی آغاز نمود و تا واپسین دم دست از نوشتن نکشید و حضرت زهرا سلام الله علیها موضوع آخرین اثر ناتمام او بود. انصافا ابتکار عمل به خرج داد و مورد انشاءالله توجه حضرت بقیت الله حتما قرار گرفته در مقابل بقیه‌ای که نام اونها به عنوان راویان، زنهایی که نام اونها به عنوان راویان و محدثین از طرف پیغمبر نقل شده و درباره صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها شاید چنین کاری نشده بود تا الانشون 6 جلد کتاب من فقه الزهرا رو نوشت، اون هم نه فقه الزهرا، من فقه الزهرا. آن مرحوم اولین کتاب فقه استدلالی خود را در 25 سالگی و کتاب های الفقه 160 جلد، ایصال الطالب الى المکاسب 16 جلد، الوصول الى کفایت الاصول 5 جلد،
الوسائل الى رسائل 15 جلد، شرح منظومه سبزواری، شرح تجرید علامه را برای خوزویان نوشت، اما از نوشتن برای دیگر اقشار جامعه و پرداختن به مسائل روز آمد غفلت نورزید. کتاب‌هایی با موضوع حقوق، قانون، جامعه شناسی، سیاست، اقتصاد، جهانی شدن، محیط زیست و فقه راهنمایی و رانندگی و بسیاری دیگر را برای فرهیختگان نگاشت تا آنان را با نگاه اسلام به این مسائل آشنا سازد. سفری در حج کتابی رو از مرحوم آقای شیرازی علی الله مقامه الشریف دیدم که نام این کتاب این بود که لکی حج یکون لعشرت ملایین، کتابی برای عنوان این که برنامه ریزی کنیم که حج برای 10 میلیون نفر آمادگی پذیرایی داشته باشد. این کتاب از طب و چاپ او هویدا بود که 30 یا 40 سال قبل مطبوع شده و نشر شده. توجه دارید که امروز حتی جمعیت حج بین 2.5 میلیون تا 3 میلیون نفر است و در سال قبل امیران سعودی به این نتیجه رسیدند که باید برنامه منسجم و پرتلاش رو آماده کنند که حج آمادگی پیدا بکند برای پذیرا بودن 5 میلیون حاجی. و مرحوم آیت الله عظما شیرازی در 30-40 سال قبل به این اندیشیده که باید حج برای 10 میلیون نفر آمادگی داشته باشد و این رو نه تنها به عنوان یک امنیه و آرزو مطرح کرده باشند، که خب آرزو رو نوجوانان هم میتوانند داشته باشند، خیال پردازی رو هر کسی میتواند داشته باشد، بلکه دیدم در اون کتاب اون بزرگوار طرح و برنامه های بسیار ریز و دقیق ارائه کردند که مثلا صحرای منا اینگونه باید آماده بشه، رمی جمرات در طبقاتی ساخته بشه، در مطاف باید چنین تمهیداتی آماده بشه، مسعا برای سعی حاجیان بین صفا و مروه باید مطبق بشه بین طبقاتی، مسیرها باید توسط تونلها سهل الوصول تر بشه، بزرگراه‌ها باید کشیده بشه. همین تدابیری که امروز بعد از 30 سال 40 سال تازه دولت سعودی مشغول انجام اون هست، آن هم هر روز در یک افقی و هر روز در یک سطحی. معظم الله را در زمینه تدریس باید شگفتی خواند، چرا که تدریس سطح را در نوجوانی و کفایت الاصول را در حدود 18 سالگی آغاز کرد و در 30 سالگی به تدریس خارج فقه پرداخت. یه وقتی ماها طلبه ها به مردم میگفتیم مدرسه درست کنن، چشم، درست کردن. یه وقتی به مردم میگفتیم حسینیه درست کنن، چشم. یه وقتی به مردم میگفتیم کتابخانه درست کنن. حالا زمان عوض شده، این چراغ برقا نبود حالا شده، این مکبره نبود حالا شده، این ماشینا نبود حالا شده. در زمان قبل از ما این از تهران تا مشهد که می رفتن 2 ماه طول می کشید، حالا 1 ساعت با هواپیما می رن. یه هواپیمایی هم غربی ها درست کردن که میارن، شاید 1 سال دیگه بیارن ایران، 5 دقیقه میره. یعنی شما سواب هواپیما که میشید یه چای جلوتون بذارن تا بخوری چایا به مشهد رسیدید یا زودتر. سابقا صحبت های ما با کتاب بود، با منبر بود، با محراب بود، اینا خیلی خوب بود. اما حالا یک چیزی اومده به نام فضائی. بندزاده بنده در سوریاس آمده بود، شاید شما بعضیتون میشناسیدش،
میگفت که یه جهاز کوچیک اینقدری هست 2000 فضایی میگیره، کانال فضایی داره، یعنی واجش میکنی کانال فضایی. اون وقت این کانال فضایی ها یا مال یهودی هست یا مال مسیحی هست یا مال وهابی هست یا مال بهائی هست، مال شیعه کدوم نیست. آمده بود از جنگ اینجا را سنبول میگن رو میذارن. خیلی پاکیزه بود و لباس شو اینا و بگفتا که ای سنبولت پیچ پیچ زیغ ما چه آورده ای؟ گفت هیچ، شعاکو نیست. اون وقت بدترین فسادها در این کانال ها هست، بدترین تبلیغ ها تو این کانال ها هست. کانال ما کو نداریم. چقدر شیعه در عالم هست. آقای انور سادات رئیس مصر سنی بود و در یک شهر سنی صحبت کرد. من ازش شنیدم در کویت و نوشتمش صحبتش را. بعد دیدم اینکه در مجله، در روزنامه اهرام که مهمترین صحف سنی مطلب نوشته. حرف انور سادات. انور سادات گفت من فلان وقت رئیس رابطه عالم اسلامی بودم. شیعه و سنی تقریبا قدر هم هستن. یعنی بنابر قول انور سادات الان شیعه و سنی 2 میلیارد. 1 میلیارد شیعه ما داریم، 1 میلیارد سنی. کو حاصل شیعه ها؟ اگر این که وهابی ها و یهودی ها و مسیحی ها و قادیانی ها صدها فضائی دارن، ما 1 فضائی هم نداریم. ماهواره چون نداریم. این گناه ما هست. امام صادق گفتن گناه شما هست. گفتن لنحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم. سفیهای شما گناهاشون را بر عالماتون میذارن. این واقع هم هست. عالم هر امتی اون امت سوق میده. ما لازم داریم فضائی داشته باشیم. کمتر کسی از عالمان شیعی وجود داشته است که فقه را در تمامی زمینه‌های آن، حتی در شاخه‌ها و فروع ابواب آن کتاب بنویسد و مباحث اسلامی را در آن زمینه به مانند آیت الله العظمی شیرازی مطرح نماید. دایرة المعارف فقه اسلامی آیت الله شیرازی رحمت الله علیه بالغ بر 150 جلد می باشد. معظم الله را در زمینه تدریس باید شگفتی خواند، چرا که تدریس سطح را در نوجوانی و کفایت الاصول را در حدود 18 سالگی آغاز کرد و در 30 سالگی به تدریس خارج فقه پرداخت. معظم الله به ایجاد مؤسسات مذهبی، اجتماعی و فرهنگی تأکید بسیاری داشتند و خود در این راستا صدها مسجد، حسینیه، مدرسه، کتابخانه، انتشارات و صندوق قرض الحسنه، درمانگاه و بنیاد ازدواج تأسیس نمود و به همین اندازه بسنده نکرد و نمایندگان و مقلدان و دوستان خود را به اقدام مشابه تشویق می نمود و بدین ترتیب آنان مؤسسات زیادی را در مناطق مختلف جهان از جمله مصر، سودان، بریتانیا، کانادا، آمریکا، هند، پاکستان، استرالیا، کشورهای حوزه خلیج فارس، ایران و عراق به وجود آوردند. یکی از مهمترین مسائلی را که حضرت آیت الله العظمی شیرازی مورد بررسی قرار داده بود و تأکید بسیاری بر آن داشت، مبحث اسلام و جهانی شدن بود. معظم الله در آن زمان به این اصل اعتقاد داشتند که می بایست
برای فهماندن اسلام و رساندن آن به گوش جهانیان شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌هایی ایجاد کرد که این تئوری با تلاش و جدیت مرجع عالی قدر و فرزندان گرانقدرشان به عرصه عمل رسید. در زمان آیت الله شیرازی خیلی ها از فهم این مطلب عاجز بودند و به تکفیر و مخالفت می پرداختند، اما امروز با وجود این شبکه‌های ماهواره‌ای که به فرمایش ایشان و با تلاش فرزندان بزرگوار و شاگردانشان شکل گرفته، از جمله شبکه ماهواره‌ای سلام، الانوار، از زهرا سلام الله علیها که در جهت ترویج اسلام و اهل بیت علیهم السلام فعالیت می کند، باعث شده اکثر علما و اندیشمندان را به این فکر وادارد که این نابغه تاریخ مرجع عالی قدر جهان اسلام در گام‌های بسیاری از هم نسلان خود جلوتر بوده و به راستی که فراتر از زمان خود می اندیشیده و اندیشه او برگرفته از کلام مولایش علی ابن موسی رضا علیه السلام بوده است که می فرمایند مردم اگر کلام ما را بشنوند ما را پیروی خواهند کرد. بسیار پرهیز داشتن از این که مؤسسه‌ای به نام ایشون ثبت بشه و معمولا شما اگر در گوشه و کنار دنیا شاهد مؤسسات ایشون باشید خواهید یافت که معمولا حسینیه ها مؤسسات، مراکز، مساجد به نام مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله، حسینیه رسول اعظم، مسجد رسول اعظم، کتابخانه رسول اعظم، بیمارستان حضرت سید شهدا سلام الله علیه. نقطه امتیاز مرجعیت آیت الله العظما شیرازی رحمت الله علیه آن بود که در طرح مجموعه‌ای از پروژه‌های کلان پیشگام شمرده می‌شد و در میان پیشوایان گذشته پیشوایی برجسته شمرده می‌شد. او طرح‌هایی را پیرامون شورای فقهای مرجع، امت واحده، پلورالیسم، آزادی، عدالت و برابری، صلح‌جویی و عدم خشونت، خودکفایی، لغو مرزهای پرداخته شده جغرافیایی و دیگر آرا پیشنهاد کرد. مرحوم شیرازی در کتاب فقه و سیاست خود تقریباً 50 صفحه در مورد ضرورت حزب در دولت اسلامی بحث می کند و لزوم تشکیلات سیاسی منظم را در اداری امور اجتماعی ضروری می داند. کسی از فضلا گفت زمانی می نشستیم مسائل مستحدثه‌ای رو که مرحوم آقای شیرازی اول فرضش رو تصور کرده بودند و بعد فتوا داده بودند به عنوان مزاح می خواندیم و می خندیدیم. مسائل این که اگر کسی به فضا رفت قبله او چگونه خواهد بود، اگر فرض کنید در ماه یا مریخ بود با سطح ماه یا مریخ می تواند تیمم کند، یا مسائل مشابه اون در مسائل شبیه سازی، در مسائل تلقیح، در مسائل پیوند اعضا، در مسائل مستحدثه‌ای که اگر رساله عملیه ایشون رو ببینید میبینید که کثرت تنوع مسائل مستحدثه‌ای که این بزرگوار فتوا داده بسیار بسیار بیشتر از برخی از عوازم دیگر است. ایشان معتقد بود اگر مسلمانان بخواهند قدرت و کرامت داشته باشند میبایست احزاب سالم به وجود آورند، احزابی که در چهارچوب اسلام و عقاید اسلامی باشد، نه احزابی که بر اساس عقاید پوچ و سست و بی اساس مثل کمونیست شکل گرفته است. به نظر آیت الله شیرازی حزب و تحزب از طبیعی ترین روال زندگی انسان است، زیرا انسان ها با همدیگر در گرایش های روانی تمایز دارند و هر گروهی که با همدیگر تناسب در گرایش های روحی و روانی داشته باشند نوعی حزب را تشکیل می دهند. ایشان وجود احزاب را
سفارش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می دانند و می گویند وجود حزب اسلامی سالم برای آگاهی دادن به جامعه و فراهمسازی زمینه رشد اجتماعی سیاسی کمال ضرورت را دارد. آیت الله شیرازی برای تعدد و تکثر احزاب چند فایده مهم را خاطر نشان کردند. 1. فراهم شدن زمینه آزادی. 2. رسیدن انسانها به اهداف و آرمانهای خود در پرتو چنین سازمانها و احزاب. آیت الله شیرازی رحمت الله علیه خستگی ناپذیر بود و هرگز در راه و هدف خیش مأیوس نمی شد و هر روز خود را با آرزوی فرج به آخر می رساند. آیت الله العظما شیرازی رحمت الله علیه در ماه‌های آخر عمرش به بعضی از نزدیکانش حرف‌هایی درباره نزدیک شدن وقت وفاتش زده بود. گویی خود را آماده سفری طولانی می‌دید و آرام آرام خود را برای این سفر الهی آماده می‌کرد. ایشان شیفته اهل بیت علیهم السلام خصوصاً حضرت زهرا سلام الله علیها بود و در تمام مدت عمرش از سخن در وصف حضرت زهرا سلام الله علیها دریغ نکرد و همواره در سوگ مادرش زهرا سلام الله علیها مدت طولانی گریه می کرد و با همان اشک و آهش می گفت هرگاه مشکل سخت و لاعلاجی پیدا کردید به حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها متوسل شوید. مرجع عالی قدر روز به روز به پایان عمر گرانبارش نزدیک می شد و همواره می کوشید و با تن خستش دست از ارشاد و راه نمایی بر نمی داشت و همواره مردم را به تقوا و صبر سفارش می کرد. سرانجام ساعت 2 بعد از نیمه شب نسیم عظمت به سوی خداوند یگانه وزیدن گرفت و به سوی جد بزرگوارش با باری از اخلاق و تقوا و خدمت به خلق و رضایت باری تعالی شتافت. روح بلند و بزرگ او به سوی حق پرواز کرد.
که مدتی مدید در بدن و دیوارهای خانهش محبوس بود، اکنون رها و آزاد از هر کس و هر چیز هجرت کرد به سوی مبدأ، به سوی مقصد، به سوی آنجایی که نور بود، نور بود و نور بود. اکنون در فراغ جانکاه آفتاب عالمتاب بشریت و جهان اسلام و تشیع، مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما حاج سید محمد حسینی شیرازی قدس سره الشریف به سر می‌بریم. زمان که ناگهان بانگ الرحیل برآمد و آسمان دلهای شیعیان از شفق فراق او خونین شد. فتمهل أين ترحل، فتمهل أين ترحل، مهلا مهلا الوداع الوداع يا ابن الزهراء، مهلا الوداع الوداع يا ابن الزهراء، الوداع وداع هذا خير وداع بينك وبيني، منك اشبع شوق خويا خليني، لو رحت عني من يباريني ما بعد شيب ما خدایش قرین رحمت بیکران خیش گرداند. آمین.